سلام، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید و آماده تماشای آزادی آنلاین. امروز در باره جای کار و مرد کاران در تاجیکستان صحبت میکنیم و در باره خیر و سخاوت. یگان جای شیش نداریم، تای برف بارونده نمیخواد که گاه زانتیقتی، گاه بزانتیق، گاه تر، گاه گشنه، گاه تشنه نمیخواد. گزارش رادیو آزادی در باره یک صاحبکاری تاجیک که گفته است نیت دارد برای این مردی کاران که زیر برف و باران رنج میکشند مهمانخانه بسازد، بحث و آفرین خوانی برانگیخت. خیرالله نصرالدینوف چند پیش گفت اگر مقامات اجازه بدهند حاضر است در شهر دوشنبه یک سرپناه مناسب و مجهز برای این مردی کاران بسازد. وقتی که ساختمش میتونن که در همی بالانس یعنی رایون بسازن، مثلا من زید نیستم. بسیاری از کاربران وبسایت رادیو آزادی به خیرالله نصرالدینوف آفرین و احسن و بارک الله گفتند که میخواهد در حق مردم بیکار و محتاج نیکی کند. از جمله کاربر با نام منوچهر در وبسایت ما چنین گفته است: خداوند به این برادر خیر و برکت بدهد. در یگان کشور دنیا همه با کار تامین نبود و نیست و نخواهد شد. مردی کاری و ساختمان کاری مرد است، ننگ است، ناموس است. کار میکند و روزی خود و کودکانش را میگذراند. کاربر دیگری با نام وطن نیز صاحب کاری تاجیک را برای نیت خیرش ستایش و مقامات را تنقید کرده است که برای کاری ناچیز خودنمایی میکنند. شرح او را همراه از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم. آفرین برادر خیرالله، بهترین کار میشود همین است صدقه، نه اینکه مثل بعضی رئیسان ناحیه و ولایت در مقابل کامیرا به دو پسرک کرته میپوشانند و تمام، گویا بسیار خاکسارند. گروه دیگری از کاربران با استفاده از فرصت مسئله بیکاری در تاجیکستان را در میان گذاشته و پرسیدند که چرا مدت‌های طولانی است بیکاری مردم را عذاب می‌دهد و مقامات راهی درست برای حل این مشکل نمی‌یابند. کاربر با نام مردی کار چنین سوال و شرحی را در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است: آخر من حیران می‌شوم که چرا در مملکت جای کار نیست. مردی کار بیچاره برای پیدا کردن یک تکنان در خنوکی و گرمی گرسنه تشنه میشیند. همین ساختمان قصر نو برای پارلمان بکی در کار است، مگر نمی‌شود با پولی که در این ساختمان صرف می‌کنید کارخانه بسازید برای 100 هزار مردی بیکار. در این بین یک ایده از کاربران هشدار دادند که اگر صاحب کاری تاجیک برای مردی کاران مهمانخانه بسازد، ممکن است بعد از مدت این را بگیرند و مردی کاران را به کوچه و زیر برف و باران بیاندازند. اقبال ایوبی کاربری صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام چنین گفته است: بعد چند ماه یک نفر پیدا می شود و میگوید با مقصد تعمیر بنا کارجویان را یک چند روز از اینجا خالی میکنیم، لیکن بعد تعمیر میبیند که در پیشتاقش کلان مینویسند که آشخانه ملی. یک کاربر دیگر از احتمال عاقبت بد برای نیت نیک صاحب کار هشدار داده و گفته است که نشان دادن کار خوبی صاحب کاران در تاجیکستان گاه به آنها زیان میرساند. شرح کاربر اینستاگرام که خود را ریپا افیسیال نامیده است چنین است: این برادرم بیخبر است که با پای خود به زندان میرود. در تاجیکستان کاری خیر نکنید که یگان بهانه کرده یا دوست گفته به زندان میاندازند. آدمان خوب این گونه دیر نمیپایند. واقعا چنین است و یا در تاجیکستان آدمان خوب دیر نمی پایند و یا برعکس است؟ شما هم نظر اندیشه خود را در این باره نویسید یا در ویدیو بگوید و با تلفنی که می بینید بفرستید. در وبسایت ما هم این کار را کرده می توانید. عقیده شما نیست، چیزی را تغییر می دهد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.